سلام و عرض ادب به همه داوطلبان کنکور 1400. امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه خود قوت میگم به بچه های رشته ریاضی. امیدوارم که آزمون امروز آزمون خوبی براتون بوده باشه و حقتون رو از توی جلسه گرفته باشین. بریم سراغ تحلیل درس فیزیک برای بچه های گل رشته تجربی. بحثی که اینجا میخوام بکنم براتون فقط این که یه تمایی ببینین. توی درس فیزیک من پیش بینی میکردم که بین 98 و 99 در واقع این از نظر سختی و آسونی برگزار بشه و تو رشته ریاضی تقریبا همین اتفاق افتاد. سوالات تکراری بود، سوالات جدیدی بود، اما برخلاف اون چیزی که ما فکر میکردیم مثلا تو پایم سوالات آسونی دادن که حالا الان با تحلیلش میریم جلو و میبینیم. چیزی که در 99 سنت شکنی کرده بود و ترتیب رو یه مقدار به هم زده بود، امسال هم از اون تبعیت کرده. سوال اول رو آن چیزی که خیلی تاکید کردم بچه ها، امیدوارم بچه ریاضی هم امروز کیف کرده باشن، گفتیم چون پارسال قسمت اتمی و هسته‌ای یه 20% آخرش هست بوده و امسال جزء محتواهایی بودش که توسط سازمان سنجش مورد بحث قرار می گرفت، حتما دو تا بحث سوال می اومد که توی رشته ریاضی جفتش اومد. من فکر میکنم که بین این دوتا یکیش حداقل که میاد دیگه، صحبتی که داشتیم برای بچه های تجربی هم. اولیش بحث واپاشی بتا گاما و پوزیترون که بتا مثبت بود. سوال موردی پرسیده گفته کدام موارد درست است؟ الف در واپاشی بتای منفی یا همون الکترون گسیل شده در هسته مادر وجود نداره؟ بله. و همچنین یکی از الکترون های مداری نیست. تو اون متنایی که براتون گذاشتم تو اون فایل هم براتون آورده بودم، اگر متن پروتونی به یک در واقع یک پروتونی به یک نوترون و الکترون اینا تقسیم میشد، یعنی یک نوترون یا پروتون شکسته میشد تو واپاشی بتا. این الکترون در مدار در حقیقت هسته مادر وجود نداشت. این که بس درست. در واپاشی بتای مثبت ذره گسیل شده توسط هسته جرم یکسان با الکترون دارد. بله، پوزیترون بارش فقط مثبت 1.6، اما جرمش مثل جرم الکترونه. اغلب هسته پس از واپاشی بتا در حالت پایدار قرار میگن که جمله غلطیه، هم چیزی نداریم ما. تش هم که خیلی تابلوه، یعنی شما هم الف و ب رو که میفهمیدی گزینه 1 رو میزدی چون دیگه الف و ب و ت نداشتش. در واپاشی بتای مثبت یکی از نوترون‌های هسته به یک پروتون و پوزیترون تبدیل می شود که این بحث رو ما نداشتیم. می گفتیم یک پروتون تبدیل میشه به یک نوترون و بتای مثبت. پس اینم غلط. اما 157 سوال خیلی تکراری، یعنی کسی که کنکورهای سال قبل می زدن سنجش هم خیلی تاکید شده بود. اما آن چیزی که گفتم و فردا به اعتقاد من شما خواهید دید، تندی متوسط بحث نظام جدیده، تاکید کردیم که امسال میاد در رشته ریاضی، هم توی حرکت اومد هم توی نوسان که جلوتر میبینیم. در مدتی که در خلاف جهت محور X حرکت میکنند، خب خلاف جهت محور X حرکت میکنند یعنی V منفیه. خب کجا V منفیه؟ اینو خیلی تاکید داشتیم، گفتم حواست به این داستان باشه. اینجا رو ما اگر دلتا تی بگیریم از چی شروع میکنم؟ از حکم شروع میکنم. حکم چیه؟ تندی متوسط، کلید واژش مسافت به زمان. مسافت هم چی میشه؟ سطح زیر نمودار وی تی، اس زیر وی تی به روی دلتا تی. خیلی خوب، سطح زیر نمودار مثلث ارتفاع ضرب در قاعده تقسیم بر 2، 12 ضرب در اون دلتا تی که اصلا برای مهم نیست تقسیم بر 2 ضرب در همون دلتا تی، یه تقسیم بر دلتا تی هم داره. تاکید کرده بودیم هم در کلاس طی سال در مجموع سوالاتمون بود، هم در نکته و تست گفتیم و بازم سوال اومد. 12 دوم 6 گزینه 2. خیلی ساده. من فکر میکنم که فردا هم بچه های تجربی چون شتاب ثابت امسال نداریم، قبلا هم گفتم ولی باز امروز روز آخره، خوبه که بدونید یه دونه دو متحرکه سرعت ثابت بهتون میدن که خارج از کشور 99 هم اومد تو همایش هم گفته بودیم، نمودار وی تی بهتون میدن، به نظرم یک نمودار ایکس تی هم واسه تون مورد بحث قرار بگیره.
خب شتاب ثابت که برای شما هست به مختص رشته ریاضی امسال، این هم همینطور مفصل برای بچه ها داده بودن امروز بچه رشته ریاضی، سه تا شتاب ثابت داده بودن که سوالاتش به نسبت سوالات آسونی بود. یعنی درسته که جزء حذفیات بچه های تجربی بود، ولی بچه ریاضی هم خیلی کیف کردن چون سوالای شتاب ثابت عجق و عجق نداده بود، 99 یه ذره این مدلی بود. اما سوال 161 متاسفانه شطرنجی بوده سوال، یعنی بچه هایی که امروز رفتن دفترچه رو دیده بودن سوال شطرنجیه. قبلا هم گفتیم نمودار کتابتونه فنر، اما اینجایی که سوال رو در واقع به روی سازمان سنجش روی سایتش گذاشت این اتفاق نیفتاده، یعنی خطا درست نیفتاده، برای همین ما مجبوریم که از روی داستاناش فقط تحلیل بکنیم. داستانهایی که 1 2 3 4 یه همچین چیزی سوال داده بودن، حالا مهم نیست چون الان ما دقیق که نداریم، مهم اینه که فنر سوال دادن تو سندش هم بحث کردن، بحث اف ای مساویه با کا دلتا ال رو خاطرت هست، میگفتیم شیب نمودار اف بر حسب تغییرات طول دلتا ال یا ایکس برابر است با کا. اینو حواست باشه که فردا باز هم مشابه این برای شما بحث نکنم، ممکنه همین نمودار رو بدن حالا فنر رو بزنن تو آسانسور، که ما تو دینامیک گفتیم الگوها رو هر شکلی بدن خیلی برای ما مهم نیست، ما نیروهای آزاد وارد بر جسم رو رسم میکنیم و بعد نگاه میکنیم در راستای افقی و عمودی قانون اول برقراره یا قانون دوم برقراره. قانون اول برقرار بود اف توتال رو صفر میذاریم، قانون دوم برقرار بود اف توتال ام آ نیروهای در جهت حرکت منهای نیروهای در خلاف جهت حرکت. سوال بعدی ترکیب حرکت دینامیکه که چون شتاب ثابته پارسال هم داشتن تکراری بود بچهای ریاضی، الانم دوباره سوال اومد، یه جسمی رو میکشیم بعد از یه مدتی میایستد، مسافتی که طی میکنه. اما من دوست دارم اینو بحث بکنم و حلش بکنم، چرا که ممکنه که فرمولای شتاب ثابت مطرح نشه، ولی من نگرانیم اینه که یه وقت اگر برای شما هم سوال بدن شما باید چجوری اینو حل بکنی. آقا من فرمول شتاب ثابت بلد نیستم. میگم خیلی ساده است، نمودار ویتی که بلدی رسم کنی، یه جسم 5 کیلوگرمی داریم تحت نیروی 15 نیوتن داره حرکت میکنه، ام ژ و اف انش هم که مشخص، استکاک هم که داره، استکاک جنبشیش 0.2، پس من جدا اینجا حساب میکنم تو همین فضای برگ کنکور مو یکا اف ان که با ام ژ برابره، یعنی میشه 0.2 ضرب در 50 که صفرش با اون میره میشه 10 نیوتن. یه دونه 10 نیوتن هم اینجا داره اف کا، این میاد بعد از 2 ثانیه این نخه پاره میشه و بعد از اون تنها نیرویی که فقط به جسم وارد میشه مشابه ترمزه، فقط نیروی استکاکه تا زمانی که میایستد. خب اینو شفی چجوری میخوای حل بکنی با استفاده از در حقیقت نمودار سرعت زمان، یعنی از فرمول شتاب ثابت استفاده نکنی؟ برم تو صفحه سفید، ببین اینجا رو میگم قسمت اول شتاب داره دیگه، اف توتال مساوی با ام آ، چه نیرویی در جهت حرکت بود؟ 15، درسته 15 بود دیگه، بله، منهای استکاکمون که 10 بود مساوی با 5 آ1، از اونجا آ1 ما میشد 5/5 متر بر مربع ثانیه. خب من نمودار ویتیشو دوست دارم رسم کنم، یعنی شما هم ممکنه که با این سوال مواجه بشین. من فرمول شتاب ثابت ندارم ولی بلدم که نمودار ویتی شیبش میشه شتاب، و چون شتاب ثابته نمودارش هم خطی میشه. تو مدت 2 ثانیه وقتی شیب این یا شتابمون 1، بنابراین سرعتش هم بعد از 2 ثانیه به 2 میرسه. شتاب میشه چی؟ تغییرات سرعت در واحد زمان. ثانیه اول یه واحد اضافه میشه بهش میشه 1، ثانیه دوم میشه 2. حالا از اینجا بعد چه اتفاق میفته؟ قسمت دوم
قسمت دوم مثل ترمز میمونه. درسته که باز می‌نویسیم F توتال مساوی با MA، اما دیگه بچه‌ها نیروی در جهت حرکت نداریم، صفره. منهای نیروی در خلاف جهت حرکت که همون F کامونه مساوی میشه با MA، یعنی 5 ضرب در شتاب قسمت دوم. از اینجا شتاب قسمت دوم میشه منفی 2 متر بر مربع ثانیه. خب سرعتم 2ه، با شتاب منفی 2 پس از چند ثانیه می‌ایستد؟ پس از 1 ثانیه. شیب این خط مقابل 2 به چند میشه منفی 2؟ حالا منفیش هم که ولش کن میشه 1 واحد. پس اینجا که 1 واحده اینجا میشه 3، به همین سادگی. حالا سطح زیر نمودار رو میخوایم. چرا؟ چون سوال پرسیده از ابتدای حرکت تا لحظه ایستادن چند متر طی میکنه. سطح زیر نمودار میشه همون مسافت که با جا به جاییمون برابره، قاعدهش که 3، ارتفاعش که 2 تقسیم بر 2، پس چند متر میکنه؟ 3 متر میکنه، به همین سادگی. گزینه 4. اما سوال 163 که فکر میکنم در کنکور فردا شما مشابهش بیاد بحث آسانسوره. ما گفته بودیم آسانسور بالا و پایین، حواست باشه اون فرمولا رو یا میتونی حفظ بکنی، ژ پریم میشه ژ مثبت منفی آ، اما به تون شونده و کون شوندهش دقت کن. ببین چی گفته. میگه فنری با ثابت انقدر وزنه انقدر میمونیم، آسانسور با شتاب رو به پایین انقدر پایین میآید. جهت حرکت هر سمتی باشه ما جهت مثبت میگیریم. خب جهت حرکتمون رو به پایین مثبت، شتابم رو به پایینه، پس تون شونده است. یعنی اینجا حواست باید باشه که شتابم همون مثبت 2 بذاری. خیلی ساده، F توتال مساوی با MA. بذار برم اونور برات رسم کنم که قشنگتر ببینیم. این وزنمونه، یه نیروی FE رو به بالا، یه MJ، این نیروهای آزاد وارد بر جسم، گام 1. گام 2 داره رو به پایین حرکت میکنه، جهت حرکتش F توتال مساوی با MA، چه نیروی در جهت حرکت MJ، منهای چه نیروی خلاف جهت حرکت FE که میشه K دلتا L1، مساوی میشه با MA1. قسمت دوم گفته وقتی آسانسور با شتاب 1 متر و مربع ثانیه کنچونده پایین میآید. خب بازم شما همینه مینویسی، MJ منهای K دلتا L2 MA2، فقط چون گفته کن شونده اینو باید منفی بذاری، به همین سادگی. سوال چیو میخواد؟ سوال از ما پرسیده که اختلاف L2 و L1 چقدر است؟ اختلاف L2 و L1 چقدره؟ یعنی طول ثانویه منهای طول اولیه. خب ببین چی کار میکنم. من این دوتا رو از هم کم میکنم، حالا بالایی و منهای پایینی کن، فرق نمیکنم پایینی و منهای بالایی کن یا بالایی منهای پایینی. من بالای منه پایینی میکنم، ام جه منه ام جه میره. منفی کا دلتا ال یعنی ال یک منهای ال صفر منهای منهای، درسته؟ چرا این منهای کا دلتا ال دیگه، بس میشه به علاوه کا ال دو منهای ال صفر، مساوی میشه با شبیهش تو نکته تست هم داشتیم ام در آ یک منهای آ دو. من پارامتری نوشتم که راحت تر بریم جلو. خب اینو اگر ضرب بکنی به چه چیز باحالی میرسی؟ ببین به چه چیز باحالی میرسی؟ منفی کائل یک منهای کائل صفر به علاوه کائل دو منهای کائل صفر. این منفی در منفی میشه مثبت. خب اینا که با هم دیگه میرن، ام در آ یک منهای آ دو مثلا تموم میشه. از کا فاکتور میگیرم، ال دو منهای ال یک رو که از من میخواد، دیگه میرم سراغ جایگذاری. خب کامون چقدر بود؟ کامون 200 بود. ال دو منهای ال یک رو که میخواد، جرمش رو حساب میکنیم، یعنی میخونیم 5. آ یک، اینجا نکته سواله چون ممکنه غلط بزنی. گفتیم رو به پایینه، وقتی رو به پایین حرکتم رو به پایین، شتابش رو به پایین، حرکتش ویشم رو به پایین، یعنی تون شونده است. یعنی آ یک رو بذار مثبت 2، اونم که باید منفی 1 بذاری آ دو رو. پس مثبت 2 منفی 1، 2 منهای منهای 1. از اونجا ال2 منهای ال1 میشه 15
دویستم یا هفت و نیم صدم که به سانتی متر میخوای تبدیل کنیم میشه هفت و نیم سانتی متر، اختلافشون میشه هفت و نیم. گزینه چند؟ دو. 164 که حرکت دایره یه مختص بچه های رشته ریاضیه، شما ندارین. اما 165 بحث نوسان بوده که سوال جالبی بوده، ما مشابهش رو توی 98 داشتیم، تو خارج 99 داشتیم، این دوتا رو ادغام کرده ما هم دیگه و یه چیز ترتمیزی تحویل داده که خیلی هم آسونه. یه معادله مکان زمان داده، گفته تندی متوسطش، ببینی تندی متوسط هم تو حرکت اومد هم اینجا، فردا هم فهم میکنم تندی متوسط بیاد، در بازه زمانی 1/12 تا 25/12. من از کلید واژه شروع میکنم، S average میشه مسافت به زمان، دلتا تیمون که 25/12 منهای 1/12 میشه 24/12، یعنی 2 ثانیه، که خب 2 خیلی به من کمک میکنه، میفهمی چرا. مسافت، مسافت رو حواست باشه توی بازه زمانی فرقی نمیکنه تو نوسان، یعنی اگر از اینجا دست من نگاه کن اینجوری بیاد برگرده، این مسافتی که طی میکنه اگر 2 ثانیه باشه، اگر یه خط صاف دیگری هم پیدا کنی که اونم 2 ثانیه طول بکشه، مسافتشون با هم یکیه. یه قاعده توی نوسانه. خب اینجا رو نگاه کن که چی کار باید بکنیم برای مسافت. من دوست دارم که اینو قشنگ تحلیل کنم چون میترسم برای شما بیاد مود در واقع مشابهش. امگامون که همون 2πt داده پی دوم اینجا، این هم که آه پی با پی میره، تیت بچه ها میشه چقدر؟ 4 ثانیه. 4 ثانیه یعنی چی؟ یعنی از اینجا تا اینجا 1 ثانیه، 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 کل 4 ثانیه. 1/12 میشه مثلا اینجا، کاری که شما انجام میدی و دارم اولش میبرم جلو، میاد 2 خورده‌ای دیگه، 25/12، یعنی 2 به علاوه 1/12. اینجا میشه 25/12. ببین چی کار میکنم من. میگم مسافتی که این مشکی مد نظر من هست با مسافتی که با آبی رسم میکنم از آ تا منفی آ یکیه، یعنی ال مشکی با ال آبی یکیه. چرا شفی؟ میگم چون در بازه زمانی T1 تا T2 که 25/12 مجموعش چقدر طی کرده؟ 2 ثانیه. پس من چی کار میکنم؟ 1/12 میبرم این ور، این 1/12 اضافه میکنم به این ور، یعنی این یه تیکه اینجا رو به اینجا اضافه میکنم، خیلی ساده. پس این مسافت رو با هم دیگه چی میشن؟ یکی میشن. پس در حقیقت مسافتی که از اینجا تا اینجا طی میکنه نیازیست بری ببینی مکانشون کجاست، چون تو زاویه هم بذاری کوسینوس چند در میاد، نگاه کن میشه کوسینوس P24. شما نداری رابطه که میری درگیر مثلثاتی میشی، بعد از بحثای مثلثاتی 1 ساعت طول میکشی تا به جواب برسی. دوباره میگم شما اینجا رو حساب بکنی، اینجا 2 ثانیه است دیگه، اینجا تی مساویه با 2 ثانیه است، درسته؟ 24/12 منهای 25/12 فاصلش اینجا همون 1/12. 1/12 زمان رو از اینجا کم میکنم به اون تیکه اول اضافه میکنم، پس انگار از اینجا تا اینجا اومده. ببین چقدر راحت شد. مسافت من یعنی میشه 2a، به همین سادگی 2a. آ هم که اینجاست، 2 تا 2/100 متر، ولی چون ته سوال همیشه گفتم نگاه کن بر حسب متره میشه چی؟ 2 تا 2 سانتی متر. 2 با 2 ساده میشه، میشه 2 متر بر ثانیه. خلاص. 166 سوال تکراری نقش موجه که ما تاکید کردیم که حتما شما امسال سوال خواهید داشت، ریاضی ها که داشتین، تجربی هم فهم میکنم یه همچین سبکی رو فردا ببینی، یا همچین سبکی رو ببینی، یا اینکه ممکنه بگه کدوم نمودارش در پس از این مدت کدوم نمودار موج درسته، یعنی شکل موج رو بعد از این مدت زمان بهتون بدن. تصویر یک موج رو نشون داده در لحظه T1 ازش عکس گرفتیم. گفته پس از این لحظه به اندازه 9400 ببخشید، یعنی T1 که عکس گرفتیم، فیلمو پلی کن، یا این ادبیات موج، از موج یه لحظه عکس گرفتم بعد دوباره فیلمو پلی میکنم، موج حرکت میکنه به اندازه 9400. یه پروتکلی داشتیم میگفتیم چی؟ دلتا تیمون 9400 تیه بزرگم میریم حساب میکنیم ببینیم این چند تی رفته جلو.
زمانی که موج میره جلو با زمان نوسان ذرات یکیه، یادته پل مشترکشون. خب اینجا رو ببین، یه لاندا دوم، دو لاندا دوم، سه لاندا دوم، چیزای تکراری. سه لاندا دوم رو به ما داده 30 سانتی متر، از اونجا لاندا مساوی میشه با 20 سانتی متر یا 0.2 متر. طبق رابطه لاندا مساوی با وی تی، 0.2 مساوی با ویش هم که اینجا داده 10 تی، از اونجا تی مساوی میشه با 0.02 ثانیه. خلاص. منم کسری می‌نویسم که ببینی. آقا اینا رو به هم تقسیم میکنیم، دلتا تی به تی که تعداد نوساناتش در بیاد، ولی من بحثم رو تی میبرم جلو. 9/4 صفراش که با هم دیگه میره با اون، میشه 9/8. ببین دلتا تی من میشه 9/8 تی. یعنی چی؟ یعنی یه دونه تی به علاوه تی هشتم. بچه های رشته تجربی، احتمال این که ایستگاه های معروفی که بهت گفتم پی چارم میشه تی هشتم، تی هشتم، تی هشتم، تی هشتم، یا پی سوم که سوال بعدیه میشه تی ششم، تی دوازدهم، تی دوازدهم، تی ششم، امروز دو تا سوال بچه های ریاضی بود. الان خوبیش اینه که نیم نگاهی میکنی، استرس هم نمیخوایم بگیریم، لزومی هم نداره. پارسال هم همین بود، امسال هم همینه. بخش از سوالاتی که ما امروز میبینیم مشابهش فردا میاد، بخشش هم نه، اصلا چیز دیگه میاد. مهم اینه که شما یه مقدار اون تم کنکور رو امروز دستت بیاد که چه فضایی بوده. برگردم سراغ سوال. آقا یه تی به علاوه تی هشتم فیلمو زدیم و موج رفته جلو. خب یه دونه تیش که همه برمیگردن، هر نقطه روی موج وضعیت ارتعاشی نقطه قبل رو میگیره، یعنی آ میاد پایین، بی هم میاد پایین. خب یه تی یعنی اومده پایین رفته بالا، بی اومده پایین برگشته سر جاش. پس این تی که هیچ. حالا یه تی هشتم باید بیان پایین. تی هشتم رو یادآوری میکنم، اینجا اگر آ بود اینجا میشه رادیکال 2/2 آ، اونایی که خاطرشون هست. یعنی در این لحظه تی دو اینجاست رو پاره خط نوسانیش و داره میاد پایین. بی به اندازه چی تی هشتم برو جلو، یعنی باز میاد اینجا و رو به چیه؟ پایین داره حرکت میکنه. خب خیلی ساده است، آ در مثبت رادیکال 2/2 و داره به مرکز نوسان نزدیک میشه، پس حرکتش چیه؟ تون شونده است. گزینه 3. 1 و 2 که هستن، چون دو سر مسیر و مرکز بیشینه و صفر میشه که اینا هیچ کدوم تو مرکز و اینا نیستن. بی هم از منفی رادیکال 2/2 آ داره به دو سر پارخط نزدیک میشه، پس 4 هم غلطه، یعنی کن شونده. دارم برات گزینه‌های دیگه هم میگم که همینجوری تون تون فقط نزنم برم جلو. اما مدل بعدی نمودار مکان زمان داده، انرژی مکانیکی نوسانگر خواسته. میبینی یه دونه موج سوال پرسید، یه دونه نوسان دوباره سوال داد، یعنی ترتیبش مثل کنکورهای سال قبل نیست، یه ذره داره بازی در میاره. خب ما از همیشه حکم شروع میکردیم، انرژی مکانیکی اگر وزن فنر بود 1/2 K2، اگر هر نوسان دیگر نوسانگر دیگری بود میشد 1/2 m ω2 a2. 1/2 m 50 گرم ضرب در 10^-3. اومگا 2 رو باید به دست بیارم مثل همیشه نمودار تی و این داستانا. آمونم که تو نمودار 4 سانتی متر به توان 2، 16 سانتی هم به توان 2 -4. بیا اینجا دوباره ایستگاه معروف داده، نگاه کن -2، از اینجا شروع کرده نمودار مکان زمانه، اومده اینجا، یعنی یه پاره خط رفته این 2/15 ثانیه. این فاصله برابر با چیست؟ فاصله زمانی. میگم از اینجا اومده اینجا روی پاره خط، پس یه مسیر رفت و رفت در واقع طی کرده، یعنی یه تی دوم رفته. اینجایی که دارم با صورتی میگیرم که اومده بالا، اینجا چقدر میشه این تیکه؟ میگم خب ایسکامون دیگه، یادت میگفتیم ایکس رو به آ تقسیم کن، الان x به a تقسیم میشه که همون کوسینوس تتامونه، میشه 2/4 1/2. ایستگاه پی سوم، دوستانی که ایستگاه ما رو بلدن و در طی سال بودن میدونن اینجا چقدر بود پی سوم شروعش، تی ششم، تی دوازدهم، تی ششم، ببخشید تی ششم، تی دوازدهم، تی دوازدهم، تی ششم، اون برم همینه دیگه، تی ششم میره بالا، دوباره تی دوازدهم، دوباره تی دوازدهم و تی ششم. خب خلاص، پس یه دونه تی دوم، یه دونه تی ششم رفته بالا، این شده 2/15.
خب صورت مخرج اینو ضرب در 3 کن. 3 تی ششم به علاوه 1 تی ششم میشه 4 تی ششم، یا همون 2 تی سوم. 2 با 2 خط میخوره، 3 با این میشه 5. تقسیم بکنی تی از اونجا میشه 1/5 ثانیه، اومگا میشه 2 پی تیوم، یعنی 2 پی تقسیم بر 1/5 الگوی تکراری 10 پی. پس اینجا میشه 10 پی به توان 2، پی 2 هم که 10. یه همچین چیزی اینجا مینویسم، اینم پاک کنم براتون. خب محاسبات همیشه داشتیم، 16 به 2 8، 8 تا 50 تا میشه 400 تا، درسته؟ یه ده به توان 2 هم اینجا دارم، یه دونه 10 هم دارم، یه ده به توان منفی 7 هم دارم. دیگه ببین چیه، 2 2 4 با 1 5، پس میشه چقدر؟ 4 صدم یا 1/25 ژول انرژی مکانیکی نوسانگر. بریم سراغ تراز شدت صوت. تراز شدت صوت رو گفتیم، سوالات روتینیه، همون خارج از کشور 96 که توسط مولکول هوا انرژیش جذب میشه، سخت‌ترین سوالی بود. اینجا ولی باز برای ریاضی‌ها سوال آسون دادن، گفتن این دستگاه صوت بم، گفتیم چرخ گوشت و ضبط صوت و این بحثا اگر یادت باشه. صدایی با تراز شدت صوت 28، دستگاه صوتی دیگری 92 دسیبل ایجاد میکنه، شدتاشون آی1 و آی2 باشه، آی1 به آی2 کدام است؟ خب ما یه رابطه ای داشتیم، گفتیم تمرین آخر فصل هم است و احتمالاً بیاد. B2 منهای B1 میشد 10 تا لگاریتم آی2 به آی1. خب 92 منهای 28 میشه 864، 64 10 تا لگ آی2 به آی1. خب 6 و 4 دهم از اونجا آی2 به آی1 ما میشه 10 به توان 6 و 4 دهم. همیشه تاکید میکردم از این اطلاعات آخر سوال باید استفاده کنی. لگ 2 میشه 3 دهم، یعنی 2 مساوی است با 10 به توان 3 دهم. من باید از این اطلاعات استفاده کنم. شفی 6 و 4 دهم هیچ جوره به 3 بخش وزیر نیست، به 3 دهم. میگم بله، تکنیکی که حلم کرده بودیم، گفتیم اینو چیکار میکنیم؟ میگیم اگر از 7 6 دهم کم کنیم میشه 6 و 4 دهم. پس اینو مینویسم 10 به توان 7 تقسیم بر 10 به توان 6 دهم. ایرادی که نداره که، پایه ها یکی از توان ها رو از هم کم میکنیم. خب 10 به توان 6 دهم، میگم 10 به توان 3 دهم شده 2، به توان 2 برسون دو طرفو. پس 10 به توان 6 دهم توان قدیم تو جدید ضرب میشه، میشه 4. پس این مخرج 4ه. خب 10 به توان 7 4 تو گزینه ها نیست، میگم نماد علمیه، یه 10 رو جدا کن، 10 4 2.5 ضرب در 10 به توان 6، گزینه 1. 169 هم که برای بچهای ریاضیه، ولی شما به جای این حتما فرمول v مساوی با رادیکال f به مو که من پیش بینیم رو گفتم، f به روی رو a احتمالش هست که بیاد، حالا یا خودش حالا یا ترکیبی مقایسه ای و این داستانش. بریم 170 و 171 پارسال و پیرارسال برای شما بچه های تجربی اومده بود، امسال برای بچه ریاضی دادن. از شکست فکر میکنم امسال سوال باز برای شما بدن، ممکنم از چون پارسال سوال دادن همون داستانه که گزینام جواب نبود، ممکن امسال یهو شکست بهتون ندن، یهو بازتاب بدن تو آینه های متقاطع، ممکنه جفتش هم بدن. اما بچه ریاضی دو تا داده بودن، گفته از هوا به یک محیط شفاف بتابه، پس N زیاد میشه، تتا کم میشه، لاندا کم میشه، وی کم میشه، 16 درجه از راستای اولی منحرف میشه، گفتیم زاویه کم میشه پس به خط عمود نزدیک میشه، 16 تا 53 کم کنیم میشه 37. سینوس تتا 2 37 به سینوس 53 مساوی میشه با لاندا 2 به لاندا 1، وی 2 به وی 1 مساویه با ان 1 به ان 2. کدوم قسمتش بحثمونه؟ قسمت اولش. سینوس 37 درجه 6 دهم، کوسینوسش 8 دهم، ببخشید سینوس 53 درجه 8 دهم، لاندا 2 به لاندا 1 حساب میشه، لاندا 2 مساوی میشه با 6 هشتم 3 چهارم لاندا 1. اینو لبخند بذار. در ادامه گفته که
طول موج در محیط دوم کمکت هم کرده، یک هشتم از طول موج در هوا کمتر باشه، ممکنه بگه تغییر میکنه. یعنی شما مفهومی باید بدونین که این کاهش پیدا میکنه، همون چیزی که بالا تحلیل کردیم، هم تیمی ها و تیم مقابل. خب حالا چی کار کنم شفی؟ میگم لاندا یک منهای لاندا دو رو داده دیگه، یک هشتم، گفته محیط دوم یک هشتم میکرومتر کمتره، پس محیط یک طول موجش بیشتره. به جای لاندا یک که لاندا یک میذارم، به جای لاندا دو از لبخند میذارم، سه چهارم لاندا یک شده یک هشتم، یک چهارم لاندا یک شده یک هشتم، از اونجا لاندا یک میشه یک دوم. خلاص. چیو خواسته؟ بسامت. بسامت در محیط اول دوم فرق نمی کنه، جز ویژگی منبعه. آخرش می نویسم اینجا، پس لاندا یک رو که به دست آوردم می نویسم هوا سی افم، پس اف میشه سی به لاندا یک، یعنی سه ضرب در ده به توان مثبت هشت تقسیم بر یک دوم میکرومتر. فقط باید میکروش هم دیگه آخر سر ضرب بکنی، ده به توان منفی شیش، سه تقسیم بر یک دوم شیش، اونم میره بالا چهارده هرتز. اما سوالی که شما تجربیه پارسال هم داشتین، جواب تو گزینه‌ها نبود و امسال گفتیم احتمالاً برای بچه ریاضی میان، که خب ما هم کیف کردیم اگه بچه‌ها حرف ما رو گوش کرده باشن. امروز مثلا بچه‌های نکته تست اون که ریاضی اون خیلی بیشتر بودن استفاده کردن. در چند نانو ثانیه پرتو آتابه رو طی می‌کنه، همه امواج با تندی ثابت حرکت می‌کنن، بنابراین ال مساوی با وی دلتا تی، پس دلتا تی که من میخوام میشه ال تقسیم بر وی، یعنی طول آب تقسیم بر وی. خب ویشو چجوری حساب بکنم تو محیط دوم؟ میگم وی دو رو که دارم، هوا تقسیم بر ان دو، سی ان، یعنی 3 ضرب در 10 به توان مثبت 8 به روی ان دو هم که رادیکال 2ه، پس اینجا که معلومه 3 ضرب در 10 به توان مثبت 8 تقسیم بر رادیکال 2. طول آب رو چجوری حساب بکنم؟ میرفتیم تو بحث‌های هندسی، اولا میومدیم این زاویه رو حساب میکردیم، تتا دو رو، همون رابطه معروف سینوس تتا دو به سینوس تتا یک یعنی 45 درجه میشه ان یک به ان دو، یعنی یک به روی رادیکال دو. خب اینم که میدونی رادیکال دو دومه، رادیکال دوش با رادیکال دوش میره، سینوس تتا دوت میشه یک دوم، از اونجا تتا دوت میشه 30 درجه. حالا از این چه استفاده بکنم شفی؟ میگم این مثلث رو نگاه کن، این بذار هایلایتش کنم بهتره. تو این مثلث قائم الزاویه شما کافیه کوسینوس بنویسی، کوسینوس تتا دو یعنی 30 درجه میشه مجاور که ضخامت این محیط 15 رادیکال 3 به وتری که دنبالش میگردی فاصله آبه، کوسینوس 30 درجه رادیکال 3 دومه، رادیکال 3 با رادیکال 3 میره طرف این وسط این کنی، آبه میشه 2 تا 15 تا 30 سانتی متر یا 3 دهم متر، پس اینجا هم مینویسم 3 دهم، 3 دهم با هم ساده میشه با 3 میشه 10، 10 ضرب در 10 به توان 8 میشه 10 به توان 9، رادیکال هم که میره بالا خب ثانیه، اینم بیاد بالا میشه ضرب در 10 به توان منفی 9 ثانیه، چون نانو ثانیه خواسته. امسال دیگه این اشتباهو نکردن، گفتیم در جبرانش برمیان، امسال همین کارو کردن، در رادیکال 2 نانو ثانیه یعنی گزینه 3 مسیر آبه رو طی میکنه. خب سوال 172 که بحث ریاضیا بود، خفه کردم خودمو، گفتم نارسایی ها و موفقیت های مدل بور امسال ممکنه جو سوالات باشه، چون پارسال حسویات بوده. ببین از حسویات سه تا سوالی که گفتم امروز اومد، یک نیمه عمر که الان میرسیم بهش، دو واپاشیا اومد، سوال یکتون بود، سه خوندنی های بور. کدام یکی از مواردی را نمیتوان؟ هایلایت هم گذاشتن تو صفحه شفیعی فیزیک، یعنی بچه های تجربی که تا همین الان استرس هم نمیگیری، میتونی بری تو صفحه شفیعی فیزیک اینستا ما، فیزیک یک و دو و سه متناشو همینجوری هایلایتاشو دیدی دیگه، میچرخی استوریاتو هی چک میکنی، یه روخونی بکن شب قبلش، کمکت میکنه. گفته برای اتم هیدروژنگونه با استفاده از مدل بور توجیه کرد، نمیتوان توجیه کرد، دو تا نارسایی داشت، یکی متفاوت بودن شدت خطای
طیف گسیلی اتمو نمیتونست بگه که مثلا قرمز چرا شدتش از آبی بیشتره یا کمتره. دومی نارساییش چی بود؟ فقط برای هیدروژن استفاده میکنه، نیروی بین الکترون و الکترون دیگر رو نمیدونه، فقط برای هیدروژن گونه ها استفاده میشه. خب رید بک بالمر یه دونه داده بود که گفتم تو اتمی معلومه چه فضاهایی میاد، کلا 5 6 تا تیپ وجود داره، یکی از اینا در واقع 3 تا از اینا برای شما فردا سوال میاد. سوال 174 سوال آسونی بود امروز برای بچه‌ها و تکراری. در اتم هیدروژن در رشته بالمر بلندترین طول موج گسیل شده چند نانومتر بیشتر از کوتاه‌ترین طول موج این رشته است؟ آرام که 100 داده بود. من فکر می‌کنم فردا برای بچه‌های تجربی، حالا ممکنه بسامد بیاد، ممکنه طول موج بیاد، اما حواستون باشه مثلا خط پنجم رشته فلان چند برابر خط ششم رو مورد بحث قرار بدم. فکر میکنم یه همچین فضایی بیا. خب خیلی ساده است دیگه، بریم. یک بروی لاندای ماکسیموم میشد 100 ضرب در بالمر 1/2 به توان 2 1/4. بلندترین طول موج یعنی کمترین انرژی، یعنی یه لایه بالاتر بیاد، یعنی از 3 بیاد به 2 1/9. خب اون 9 منای 4 5 یه برگم گذاشته بودم گفتم اینا رو ببینید اعداش تو ذهنتون بمونه دیگه، اومد این 5 با این همیشه 20 میشه 1/720. بنابراین لاندای ماکسمون میشد 720 نانومتر. کوتاه‌ترین طول موجش میشد لاندای مینیمم 100 ضرب در از بی نهایت بیاد به 2 که این هم صفر میشد، میشد 1/400 و از اونجا لاندای مینیمممون میشد 400 نانومتر. اختلافشون خاصه، لاندای ماکس منهای لاندای مین میشه 720 منهای 400 320 نانومتر. سوال بعدی بور، ببین یعنی هرچی پارسال حسفیات بوده دادن دیگه، فوتو الکتریکه آسون و اینا رو ندن. منم فکر میکنم فردا شما یه دونه بور دارین، یه دونه نیمه عمر یا واپاشی دارین، یا جفتشو دارین، یا اینور بور رو هم خوندنیاشو میدن، یعنی یه دونه ریگ بالمر بهتون میدن یه دونه بور بهتون بدن، یه همچین فضایی دارین فردا. الکترون در اتم هیدروژن تو حالت پایه است، حالت پایه یعنی انرژی شنده ایه منفی 13.6 الکترون ولت. انرژی لازم برای اینکه الکترون به اولین حالت برانگیخته جهش کند، یعنی E2 یا ETER به N2 عددشو گفتم، اومد 13.6. اختلافش هم اومد، یعنی روز همایش هم اینو بحث کردیم، امیدوارم که بچه ریاضی زده باشن. 2/2 منفی 3.4. کلی هم خندیدیم، انرژیمون قندمون افتاده بود، اختلافا رو داشتیم یه مقدار اشتباه میگفتیم اون روز. خب اختلاف بین E2 و E1 اون انرژی لازمه، یعنی منفی 3.4 منهای منهای 13.6 که خیلی اینو بلد بودن، 10.2 الکترون ولت. تبدیل یک هم داده بود، گفته بود چند جول است دیگه، خب انقدر آسون دیگه نمیتونن بدن دیگه. خب پس این 10.2 الکترون ولت بارش چقدره؟ 1.6 ضرب در 10^-19 منفی 19 جوله. اینو باید یه ضرب میکردین. آقا ضرب اینجوری؟ آره دیگه، چون عدد با هم دیگه فرق میکنه میتونی فقط ضرب بکنی. 102 ضرب در 16 6 2 تا 12 تا 6 0 تا 0 تا 1 6 1 6 تا 0 1 2 0 1 2 3 6 1 تموم شد. گزینه 1 نیمه عمر. دانشمندی به یک نمونه از زغال قدیمی اشاره میکند و ادعا میکند عمر این زغال اینقدره، 22920 سال. برای اثبات این ادعا کربن 14 این زغالی که دستشه و ادعا میکنه چند درصده، یعنی این مقداری که مانده کربن 14 این زغال، یعنی ان باقی ماندهش چند درصد مقدار عادی کربن 14 موجود در زغالی باید باشد که تازه تولید شده، یعنی ان اولیه. خب برای اینکه اثبات بکنیم این تیمونه، نیمه عمرش هم که داده تی n تی مساوی میشد با ادبیات خودمون بریم دیگه، n تی از اونجا n میشه تی تیوم 22920 تقسیم بر 5730 کن، صفراش که با هم میرن.
دیگه باید عدد روند بشه دیگه. چی و ضرب در سه کنم بشه دو؟ دو سه تا شیش تا، سه سه تا نه تا، چهار سه تا دوازده تا، چهار سه تا دوازده تا، چهار هفته بیست هشت یکی بیست و نه تا چهار بله چهار شد، تموم شد. n باقی مانده مساوی میشه با n اولیه به روی دو به توان چهار، یعنی یک شونزده همه n اولیه. یک شونزده هم چند درصد میشه؟ یک هشتم رو ضرب در صد بکنیم میشه دوازده و نیم. یک شونزده هم دوازده هم تقسیم بر دو یعنی شیش و بیست و پنج صدم درصد n اولیه باید باشه. گزینه چند؟ سه. رفتیم تو ساکن. سوالی که پارسالم برای بچه رشته ریاضی داده بودم فکر میکنم امسالم برای شما بدن، تعادل یک ذره یا تعادل سه ذره، تکنیک رادیکال کسری. دوباره الکتریکی 20 و 5 منفی 5 در فاصله 30 سانتی متری همان، یه دونه بار مثبت 15 رو در محیطی، در این محیط، در یک نقطه، در محیطی که این بار قرار دارن، در یک نقطه قرار میدیم که نیروی خالص وارد بر آن صفر است. خب همینجا رو نگاه کن، 20 و منفی 5 میرم اینور، جا نداریم دیگه، همینجا هم حلش میکنم. آه این کیو 1 20 میکرو کولون، خیلی بزرگ کشیدیم، هزاره کوتاه‌تر بکشیم اینجا، این کیو 2 منفی 5 میکرو کولون، این فاصله هم 30 سانتیمتریه. خب کجا؟ صد هزار بار گفتیم همنام ناهمنام باشن، خارجش همنام بینش، ناهمنام خارجش در نقطه ای خارجش و نزدیک به بار کوچکتر. اینجا رو میگیرم x، پس باید اون کیوسه 15 میکرو کولونی رو اینجا بذاریم که نیروهای وارد بر این صفر بشه. خب این که مهم نبود، اگر یادت باشه میگفتیم تو اون نقطه برایند میداناش مهمه، نسبت بارها 20 به 5 یادته، تکنیک رادیکال کسری، نسبت فاصله هاش c به علاوه x، این یکی هم x، 20 پنجم 4 رادیکال 4 2، c به علاوه x به روی x 2x میشه c به علاوه x و از اونجا xمون میشه 30 سانتی متر. چی خاصه؟ گفتم اینو دیگه به عنوان جدول ضرب بهت میدن، حالا آخرش از تو یه حکم دیگه ای میخوان شبیه 97 سخت‌ترین سوالی که حل کردیم. سوال گفته تو این حالت نیروی وارد بر کیو 2 چقدره؟ خب دیگه کاری نداره دیگه، نیروی وارد بر کیو 2 این مثبته، منفی و جذب میکنه F 3 2، اینم مثبت منفی و جذب میکنه F 1 2. سانتیمتر و میکرو کولونن حالشو میبریم، تکنیک 90 رو استفاده میکنیم، مختلف الجهت هم هستن. F 3 2 90 تا 3 ضرب در 2 15 ضرب در 5 تقسیم بر 30 به توان 2 900 75 دهم یعنی 7.5 نیوتن. اینه F 1 2 مونم 90 تا 20 ضرب در 5 تقسیم بر همون 30 به توان 2 900، خب اون میشه 100 دهم یعنی 10 نیوتن، پس این هم میشه 10 نیوتن. دو تا بردار خلاف جهتن، اون 7 و نیم این 10، پس F توتالمون میشه 2 نیم نیوتن. ممکنه آی و جی هم بدن ها، در جهت این ور اگر بهتون دادند آی و جی میشد منفی 2 نیم آی. من فکر میکنم فردا برخلاف که امسال خیلی آی و جی تور ندادن مثل سال قبل ریاضی ها به شما تجربی ها بدن، پس شد چند 2 نیم. خب مربع و دایره و اینا رو که گفته بودیم قبلا، با سوال تکراری دادن، فقط همون مربع رو گذاشتن کجا؟ تو چهارراس دایره، در واقع تو چهار تا نقطه‌ای که تشکیل مربع بدن. میدان الکتریکی خالص در نقطه آ صفر است، کیو 3 به کیو 1 کدام است؟ خب نگاه کن، میدان این تو این نقطه و میدان این قبلا بارها بحث کردیم، این اگر یک باشه اینم یکه، پس این فاصله رادیکال 2. میدانای این دوتا باید یه همچین شکلی داشته باشن، این ازش خارج بشه، هم اندازه هم باید باشه، اینم ازش خارج بشه. اینم بذار قرمز بذارم براتون، دم آبی خوب بود که متمایز بشه. یعنی من همینجا میفهمم کیو 1 کیو 2 با هم برابر باید باشن چون فاصله هاشون هم یکیه، برایندشون این ای باشه اینم ای، برایندشون میشه چون بر هم عمودم هستند ای رادیکال 2، باید میدانش با کیو 3 چی باشه؟ خلاف جهت هم باشن و هم اندازه، یعنی ای سم باید اینوری باشه.
تا بتونن تو نقطه آ همدیگه رو خونسا کنن. ما همچین چیزی تو رأس مربع داشتیم. مربع رو اینجوری ببینین، اونا که سختشونه این همون مربع معروفمونه. ببینین بچه ها، اومده حالا رو دایره قیافش عوض کرده. تموم شد. پس کافیه که من ای رادیکال دوم با ای سه برابر باشه. خب اون میشه کا کیو بروی رادیکال دو به توان دو دو. یه عدد گذاشتم دیگه، حالا آ بگیر و رادیکال دو آ. دارم اینو میرم. ای رادیکال دو، رادیکال دوش که هست، کا کیو اینا رو گرفتم، فاصله شم که رادیکال دو به توان دو دو، این باید مساوی باشه با ای سه که فاصلهش انزه قطره یعنی دو. پس میشه کا کیو سه، اینم با اجازت میذارم همون کیو یک، فرقی هم نداشته باشه. بنویسم اینجا کیو یک برابره با کیو دو برابره با کیو گرفتم. به روی فاصلهش دو به توان دو چهار. کا که با کا میره، این دو هم با این میزنم، از اونجا کیو یک ضرب در دو رادیکال دو مساوی میشه با یک ضرب در کیو سه. کی به کیو میخواد؟ کیو سه به کیو یک، اندازه شونم میخواد، میشه دو رادیکال دو به یک، یعنی همون دو رادیکال دو. اما 179 گفتیم قانون کولون خارج از کشور اومده، شبیهشو برای ریاضی ها دادن. دو گویه رسانه کوچک و یکسان داره بار کیو یک مثبت، سوال قشنگی از مفهومی، قدر مطلق کیو دو از کیو یک بزرگتره، در فاصله معینی از هم قرار دارن، به هم نیروی اف وارد میکنن، دو تا گوی رو با هم تماس میدیم، در همون فاصله قرار میدیم، نیرویی که به هم وارد میکنند 20% کاهش مییابد. من از اینجا که در واقع نیروشون کاهش پیدا کرده متوجه یه مطلب میشم، ناهم نامن. چرا؟ یعنی اینجا میفهمن که چی این دو تا ناهم نامن. چون بچه ها قبلا هم گفتیم 95 هم اومده، هرگاه دوتا بار هم نام باشن وقتی به هم دیگه اتصال میدیم کره ها رو که مشابه هم میشه، جمع تقسیم بر دو، جمعشون مقدار ثابتیه، ضربشون ماکسیموم میشه چون با هم برابر میشن پس از تماس، بنابراین باید نیروی که به هم وارد میکنه افزایش پیدا کنه، که خب این اتفاق نیفتاده. گفته کیو دو به کیو یک کدام است؟ من چون باز جا نداری میرم اینور. حالت مقایسه ای کیو یک و کیو دو بود. ببین حالت دوم به حالت اول، اف پریم به اف، کیو یک پریم کیو دو پریم به روی کیو یک کیو دو، فاصلش هم که گفته همان فاصله، بشکل میزنیم 20% کاهش پیدا کنه، پس این نسبت میشه 8/10. کیو یک پریم و کیو دو پریم کره های مشابه پس از تماس با هم دیگه برابرن. کیو یک پریم برابر با کیو دو پریم میشه کیو یک به علاوه کیو دو تقسیم بر دو. ببین عزیزان، گفته بود که کیو دو بزرگتر اندازش، پس میشه کیو دو منهای کیو یکی که مثبته، چون اندازش بزرگتر تو قدر مطلق گذاشتم، تقسیم بر دو. ببین به نظر میسه سوال راحتیه، ولی یه مقدار درگیر محاسبات میکنه بچه ها رو و معادله درجه دو. کیو یک پریم کیو دو پریم، یعنی اینو باید دو بار تو هم ضرب بکنیم، بنابراین میشه کیو دو منهای کیو یک ضرب تقسیم بر دو ضرب در خودش که اینو مینویسم توان دو، دو هم ضرب در دو چهار، این شده 8/10. پایینم کیو یک کیو دو، ببین چه حرکتی میزنم، طرف این وسط این کن 8/10، این چهارانم بیار پایین، 3/2 کیو یک کیو دو، اونم اتحادشو باز کن، کیو دو به توان دو منهای دو برابر اولی در دومی، دو کیو دو کیو یک به علاوه دومی به توان دو، بریزی طرف کیو دو به توان دو، این بیاد اونور با منفی دو، منفی 3/2 میشه منفی 5/2 کیو دو کیو یک به علاوه کیو یک به توان دو مساوی با صفر. چون حکم سوال نسبت کیو دو به کیو یک رو خواسته، من باید اینجا یه حرکتی بزنم، یه حرکت خلاقانه.
تقسیم بر کیو یک به توان دو میکنم طرف اینو. ببین چه اتفاقی میفته. این یکی که میشه همون مطلوب مسئله ما. اینو ببین با یه رنگ دیگه برم. حکم میگیرمش x، قدر مطلق q2 به q1 رو میخواد. اینو داشته باش. پس این میشه چی؟ x2. منهای یه دونه از این با یه دونه توان این میره، اینم همون xته، بر همین جالب میشه. اونم که تقسیم کنیم میشه یک. حالا یا تو معادله رو باید حل بکنی یا میری جواب رو تو گزینه ها چک میکنی، دو چهار پنج فلان، که اگه جاگذاری بکنی پنج جواب میشه. پنج تا بیست، پنج تا دو دهم هم میشه یک، بیست و شیش. پنج به توان دو، بیست و پنج به علاوه یک، بیست و شیش. پس ایکس تا میشه چند؟ پنج. نسبتی که میخواست به دست اومد. صد و هشتاد چگالی ساعتی برای بچه ریاضیه. صد و هشتاد یک خیلی آسون بوده، ابزارش ریسنج این و خب دیجیتال هم هست. یک واحد از آخرین رقمی که میخوانه یک هزارم. من فکر میکنم فردا یا همچین مدلی سوال بدن، یا به نظرم برای بچه های ریاضی چگالی یکی از سوالاتی که احتمال داره بیا، چون خارج از کشور اومده جسم فرو رفته. اینو قبلا تو اولویت ها گفتم، امروز هم دارم میگم و احتمال اگه بخواد اذیتتون بکنه تخمین مرتبه بزرگی. خب باز طبق پارسال برای بچه ریاضی امسال هم سوال داره. 182 تیپش ممکنه مشابه بچه ریاضی بدین، تمرین بچه های ریاضیه، ولی بچه تجربی هم میتونه واسهشون سوال بیاد. ظرفیت خازنی 5، بارش کیو اس مثبت 3 میلی کولون رو از صفحه منفی جدا میکنیم به صفحه مثبت منتقل میکنیم. انرژی ذخیره شده از 4.5 ژول افزایش پیدا کنه، کیو چقدره؟ خب 3 میلی کولون از صفحه منفی جدا کنیم، صفحه منفی مثبت ازش میکنیم، بعد مثبت رو میدیم صفحه مثبت. بنابراین کیو 1 خازن رو بگیرم، کیو 2 اضافه شده، یعنی میشه کیو به علاوه 3. حواست باشه که اینا میلی کولونه. خب طبق رابطه یو مساوی با 1 دوم کیو 2 به سی، یو 2 منهای یو 1 از 1 به روی 2 سی فاکتور میگیرم، طبق چیزی که تکراری سال قبلم بوده و خیلی هم تاکید کردیم بلد باشین. این مقدار 4.5 ژول افزایش پیدا کرده، سی 5 میکرو منفی 6 ضرب در کیو 2، کیو به علاوه 3 به توان 2 که اتحادش هم باز بکنم، کیو 2 به علاوه 6، کیو به علاوه 9 منهای کیو 2. حواست باشه اینا میلی هن، یه منفی 3 به توان 2 داره، یعنی یه منفی 6 هم ازش فاکتور میگیریم، این بیرون ضرب میکنیم. این با این ساده میشه 5 دو تا 10 تا ضرب در 4.5 میشه 45. این دو تا هم که با هم خط میخورن میشه 6 کیو به علاوه 9. از اونجا 6 کیو مساوی میشه با 45 منهای 9 که میشه 36، و از اونجا کیو مساوی میشه با 6 میلی کولون. همین کیو رو هم میخواد دیگه، یعنی گزینه چند؟ گزینه 2. خب بریم چند باتری که ویژه بچه های ریاضیه. هیچی بچه های تجربی دقت کن، یه سوال خیلی قشنگی داده. 184 گفته ولسنج ها آرمانی هستن، یعنی مقاومتشون بی نهایته، هر دوتا لامپ هم روشنه، طبیعتا جریان داره میاد اینجا عبور میکنه. میگه اگر کلید کایک رو من باز بکنم، من با سفید میکشم کایک رو باز بکنم، یعنی این بره رو هوا این تیکه. ببین گفته کدام یک از ولتنج عدد صفر را نشان میدهد. نگاه کن، لزومی نداره حتما جریان داشته باشیم، چون بعضی ها میگن آقا جریان که اینجا نمیاد، ولتاژ پس همه میتونه صفر باشه. نه، الان نگاه کنیم مسیر رو، ولت متر ما که با ویه اینجا مشخص کرده، دو سر باتری راست در واقع وصل شده، پس همون نیرو محرکه رو نشون میده. خب میگیم بله، میگم جریانی که ما نداریم، پس این لامپ دو در واقع L2 هم خاموشه چون جریان نداریم. لامپ L2 خاموش است، یعنی
لامپ دو مثل سیم رفتار می کند. خب وقتی مثل سیم رفتار می کند جریانی هم که نداره دیگه. پس ولت متر دو که دو سر این بسته شده، ولت متر دو که میشه آر دو ضرب در آی دو که این صفر، صفر رو نشون میده به همین سادگی. اما وی یک چرا نیست؟ چرا وی یک صفر نمیشه؟ میگم وی یک رو نگاه کن، با این رنگ میرم. وی یک هم چون مثل سیم رفتار میکنه داره عدد ای رو نشون میده، بنابراین کدوم ولت متر صفر؟ وی دو. 185 یه مدلی که فهم کنم برای شما بیا تقسیم به نسبت ها و بحث توان ها. میگه توان مصرفی مقاومت آر 3 6 برابر توان مصرفی مقاومت آر 2. آر 3 چقدر؟ خب این 12 و 6 کمی میم 12 به 12 یک کوفت میگیره، این چقدر میگرفت؟ این دو کوفت اگر یادت باشه. پس این 3 کوفتمون شده آی، پس از اونجا آی میشه در واقع کوفتمون میشه آی سوم، تموم شد. پس بالا دو آی سوم میره، پایین یه آی سوم میره. اینجا هم که از آی، خب توان مصرفیشو می‌نویسم، پی سه خودش گفته پی سه به پی دو شیشه. خب این همون آر سه آی دوه، این یکی هم آر دو آی دو به توان دوه، به همین سادگی. شیش آر سه رو که میخوایم، آر دومون دوازدهه، آیمون که آیه، آی دومون هم که در آوردیم چقدره؟ درسته؟ آی سوم به توان دو میشه آی سوم کلش به توان دو مینویسم، یعنی 6 مساوی میشه با آر سه دوازدهم ضرب در یک روی یک سوم میشه 3 به توان دو 9، به 3 4، به 3 3، اینم به 3 2، 2 4 تا 8 تا، بنابراین آر سه ما میشه 8 تا. این از این. اما یه سوال خوشگل، سوال 186 شبیهش رو میتونم بدم، باز اتصال کوتاه رو مورد سوال قرار دادن امروز، بچه های تجربی دقت بکنن. مقاومت متغیر از صفر به 18 افزایش پیدا کنه، اختلاف پتانسیل دو سر باتری یعنی همون وی معروفمون که ایمن های آر آیه چند ولت تغییر میکنه؟ دقت کنین و اشتباه نزنیم. وقتی آرت صفره مثل سیم رفتار میکنه، 6 اوهمی هم اتصال کوتاه میشه. پس من یه رابطه مستقل از جریان داشتم، یادت وی به ای، ولتاژ دو سر باتری به ای که 12 میشد مقاومت چی؟ بیرونی که صفره، به روی صفره به علاوه یه چند آره، این معلوم هم بود وقتی این دو سرش به سیم به خوش وسته دو سرش صفره، بنابراین وی یک اگر بگیرم میشه صفر. ببین چقدر باحال شد. حالا به چند برسه آرمون؟ به 18 برسه آرمون، به 18 اوم برسه آره توتالمون 18 با 6 موازی میشه، 18 به روی 18 سه برابر 6 دیگه، 18 چهارم یا 9 دوم یا 4 و نیم او. ببینید رابطه ای که قبلا هم گفتم، وی دو به ای مساوی میشه با آر توتال دو 4 و نیم به روی 4 و نیم به علاوه 1 و نیم، یعنی 4 و نیم به علاوه 1 و نیم هم که میشه 6. این با این دو تا 4 و نیم میشه چند ولت؟ 9 ولت. پس از 0 به 9 ولت میرسه به همین سادگی. یه سوال محاسباتی توی مغناطیس داده، گفته میدان مغناطیسی یک نواقی که ذره آلفا با سرعت این عمود بر میدان، سینوسش 1 تو کیویو بده سینا، شتاب حاصلش انقدر باشه، بزرگی میدان مغناطیسی چند گوسه؟ خب اف بی که میشه همون کیویو بده سینا که سیناش هم 1 شده ام آ، از اونجا من بیو میخوام حساب بکنم، طرف معلوم ام آ محاسباتی تقسیم بر ذره مجهول کیو ضرب در وی، جرممونو داده چند؟ 6 و 68 ضرب در 10 به توان منفی 27 کیلوگرم، آش که 4 ضرب در 10 به توان 5، کیون
که گفته یک ذره آلفا. کان آلفا خیلی مهمه، آلفا داره بازی میکنه بچه. آلفا بارش دو برابر هسته اتم هلیومه، از این استفاده کرده، دوباره سوال داده. یعنی دو تا 1.6 ضرب در 10 به توان منفی 19 با چه تندی؟ 5 متر بر ثانیه. میریم سراغ ساده کردنی که همیشه درگیرشیم. دو تا 50 تا که میشه 100 تا. هیچ. این 4 هم به 1.6 این میشه 14. یعنی من کافیه چون عددام به هم نمیخوره به تواناش کاری ندارم، مثل همیشه 668 تقسیم بر 4 کنم. 668 تقسیم بر 4، 1 4 تا 4 تا، خیلی با تومنینه. 6 4 تا 24 تا، 4 7 تا 28 تا، 1 و 67. عدد ما فقط همین میمونه، برای همین گزینه چند میشه؟ 1 میشه. سوال 188 خودم متعجب شدم که گفته بودم تو جزوه، یعنی یه در واقع تو نظام جدید میخواستم حذفش کنم ولی بودار بود تو تمرین کتاب. یادتونه تمرین جزوه رو بچه ها؟ هرگاه گفتیم شبیه باراست، هرگاه جریان های دو سیم همسو باشند بینش نزدیک به سیم حامل جریان کمتر و اگر ناهمسو باشند خارجش نزدیک به سیم حامل جریان کمتر، برایند میدان مغناطیسی صفره. ببین اینجا رو میگه میدان مغناطیسی تو نقطه آ صفر باشه، کدام مورد درست است؟ صفر اولا چیه؟ همسوه، چون بینش، پس خلاف جهت ها هست. چون نزدیک به سیم حامل جریان کمتره، یعنی آیدو هم کوچکتر از آی1، پس آیدو همجهت با آی1 و کوچکتر از آن است، به همین سادگی. 189 ساده تر دوباره مطابق شکل زی تو سوالات طی سالمون هم داشتیم، ترکیب میدان الکتریکی و مغناطیسی. گفته میدان یک نواخت الکتریکی و مغناطیسی عمود بر هم، اینجا اگر دقت بکنید داریم، ذره با بار مثبت قاعده دست راست با سرعت v به کدام جهت حرکت کند تا بزرگی نیروی خالص وارد بر آن بیشینه شود؟ یادته گفتیم دوتا نیرو زمانی بیشینه می شود، اثر وزنم ناچیزه، تو سوالات نکته تستمون هم بود، زمانی دوتا بردار fb و fe بیشینه میشن که هم جهت باشن. خب من چرا ساده حلش میکنم؟ e که برون سوه، پس اف ای هم هرگاه بار قرار گرفته شده در میدان مثبت باشه، ای او اف هم جهت هم. پس اف ای هم برون سوه، پس در جهتی باید پرتاب بکنم که اف بی هم برون سو بشه که بیشینه بشه، یعنی از این میرسم به این. خیلی خوب، شست کف دست کدوم به سمت بالا پرتاب شده؟ ای، به همین سادگی. خب بحث جریان القایی اومده که خیلی ساده بوده، گفته در لحظه وسط کلید جهت جریان القایی در حلقه کدام است و در حالتی کلید وسط است اگر مقاومت رئوستا را به تدریج کاهش دهیم. خب این مقاومت رئوستا را کاهش دهیم یعنی باز جریان زیاد میشه، جریان زیاد میشه با لحظه وصل کلید که جریان زیاد میشه هیچ فرقی نمیکنه، یعنی دوتاشون یکی میشن، یعنی من همون اول میتونم 2 و 3 رو حذف کنم، یا 1 و 1 یا 2 و 2. خب اینو نگاه کن، کیو دوست داری بریم؟ ممکنه وصل کلید رو بخوایم بریم. کلید که وصل میشه یه جریان اینوری داره زیاد میشه میاد، فقط به اینا دقت بکن، این میاد رو به پایین، اینوری داره زیاد میشه، میخواد نذاره اینوری زیاد بشه، چیکار میکنه؟ اونوری تولید میکنه، اونوری اگه بخواد تولید بکنه مشخص میشه که در جهت چیه؟ 2. پس یکی شوکی میزنیم اون یکی هم جواب میده. این یکی سوال مقایسه ای داده، سوال جالبی هم بوده، طول سیم لوله آ 2 برابر سیم لوله B، ال آ به ال بی 2، تعداد حلقه های آن نیز 2 برابر حلقه های بی است، ان آ به ان بی نیز 2، اگر شدت جریان عبوری از آنها هم برابر باشند انرژی ذخیره شده در سیم لوله آ چند برابر بی است؟ خب ما میدونیم، اینجا حل میکنم، یو میشه 1/2 ال آی 2. خوب نگاه کن و میدانش چقدره. تیکه اول برای شما نیست بچه ها، بچه های ریاضی یه دونه الی دارن که موسفر اندو آلومه، این ویژه یه رشته ریاضیه، یعنی قسمت اول شما حل نمی کنن. اما قسمت دوم که گفته میدان سیم لوله آ چند برابر سیم لوله بیه، میتونه سوال بیاد، میدان مغناطیسی سیم لوله میشه منای لوس موسفر ان آی الوم، پس میدان آ به میدان بی
مساوی میشه با ان آ به ان بی که سوال ساده ای آیا آی بی چون هم که یکی ان ال بی به ال آ دیگه جاگذاری میکنی حل میکنی چون اون یکیش دیگه آسون بوده حل نکردم یعنی برای شما حس بوده و دوم میشم که آسون بوده. یه دونه کار انرژی دادن که خیلی ساده بوده، هواپیمایی به جرم 60 تن با تندی 80 از باند فرودگاهی بلند میشه در مدت یه دقیقه تندیش دو برابر میشه یعنی میشه چند 160 متر بر ثانیه و به ارتفاع 600 متری زمین میرسد در این یک دقیقه. کار نیروی وزن خب رفته بالا، ام جی رو به پایینه، پس کار نیروی وزن منفیه، پس دو تا گزینه رو من حذف میکنم. ببین همینجا که من دو تا گزینه رو حذف کردم اون یکی هم که جوابش یکیه، پس باید بریم قسمت دوم. انرژی مکانیکی هواپیما چند جول افزایش پیدا کرده؟ خب انرژی مکانیکیش ای دو منهای ای یک، یه دلتا یوی اضافه شده که داره از زمین فاصله میگیره، یه دلتا کایی هم اضافه شده. تموم شد. دلتا یوش که میشه ام جه هاش، دلتا کاش هم که میشه یک دوم ام وی دو دو منهای وی یک دو. دیگه بقیه جاگذاریه. 60 تن ضرب در 10 به توان 3 ج 10 ارتفاعش هم 600 متر. فقط دارم می‌نویسم که ببینی یک دوم، چون عددش که دیگه برات مهم نیست، دوباره 60 تن ضرب در 10 به توان 3 به علاوه ببخشید ضرب در وی 2 160 به توان 2 یعنی 160 ضرب در 160 منهای محاسبه داره، بله 80 ضرب در 80. یعنی وقتی سوال آسون میدن یه جایی هم باید توقع داشته باشی محاسبات بذارن دیگه. این دومین جایی بود که تو ریاضی یا محاسبه داشتن. یه دونه هم توی فوتوالکتریک داشتن که خب شما براتون حسبه، نه که فوتوالکتریک حس باشه، اون رابطه‌ای که بچه ریاضی دارن شما تجربه نداری. که اینو محاسبه کنی جوابش میشد 4. دیگه من حال ندارم الان برات ضرب بکنم، نمونه‌هاشو گفتم، دیر نشه شب امتحانت استرس بگیری و خسته بشی. یه سوال به شدت گلابی، به شدت گلابی دادن تو این قسمت. چگالیشونه داده، گفته فشار پیمانه یه گاز چقدره. دیگه واقعا آسون تر از این نمیتونم بدن. نقاط همتراز A و B میگیریم، P A برابر است با P B بالا سر A. یه دونه گاز داریم، یه دونه P1 داریم بالا سر B، یه دونه P2 داریم و P0. P0 رو ببرم اون ور میشه P گاز منهای P0 که میشه P پیمانه یه گاز میشه P2 منهای P1 یعنی رو دو ج هاشتو منهای رو یک ج هاش یک. من فکر میکنم برای شما امسال بچه های ریاضی چون پارسال هم در واقع ریاضی ها سانتیمتر جیبه داشتن و امسال سانتیمتر جیبه ندادن، امسال حتما برای بچه های تجربی آکان دارم الان میگم ربطم میشه بعدا چک میکنیم، سانتیمتر جیبه فردا سواله و تو اون نکته رو فراموش نکن. چه نکته ای؟ آقا فشار هوا رو دادن 102 هزار پاسکال جم 10 بود، اون عدد معروفمونه یعنی 75 سانتی متر جیوه. از درگیری محاسبات نکنی خودتو، همه چیش هم که داریم دیگه، رو 2000 ضرب در 10 هاشتو 99 دهم منهای رو 1 1200 ج 10 ارتفاعش هم که نیم متر، این که میشه 9000. اون یکی هم صفرش با اون میره 5 تا 1200 تا 5 تا 12 تا 60 تا 6000 تا، پس میشه 3000 پاسکال. بعدی عمق 5 سانتی متری مایعی فشار 100 کیلو پاسکال، تو عمق 20 سانتی متری فشار انقدر، فشار هوا در محیط چقدره؟ خب چیکار میکنی؟ میگی دلتا پی یاته میشد رو ج دلتا هاش 106، اون 100 یعنی 6 کیلو پاسکال ضرب در 10 به توان 3 که به پاسکال تبدیل بشه. چگالی مایع رو حساب میکنی چون نداریم، ج هم که گنده 10 داده، عمق 5 سانتی متری و عمق 20 سانتی متری فاصله شون هم 15 سانتی متره یعنی میشه 15 صدم. از اینجا رو حساب میکنی که میشه 6000 تقسیم بر 1.5 که من اینجوری میبینم 60 به 15 4 هزار کیلوگرم بر متر مکعب. بعد میگی یکی از اینا رو باز میکنی، میگی فشار در عمق 5 سانتی متری، اینجا دیگه مینویسم پی مساوی با رو ج هاش یک به علاوه پی صفر. ببین چه جاگذاری ساده ای، فقط محاسبات داره.
فشار اولیه چنده؟ 100 کیلو پاسکال، یعنی 100 ضرب در 1000 مساوی با روتونم که شده 4000. جم که 10 5 سانتی متری به علاوه پی صفر، اون که میشه 100000. این یکی هم، این با این میره 5 تا 400 تا 2000 تا 100000 تا من 2000 تا میشه 8000 تا. درسته؟ ببخشید 100000 تا من 2000 تا 98000 تا. 98000 پاسکال یا پی صفر اون میشه 98 کیلو پاسکال. گزینه است. سوالات روتینی تو پایه داده. بچه ها اصلا قانونی نیستا، یعنی ممکنه فردا شما دوازدهمتون ساده باشه یهو مثلا پایه‌تون سخت بدن، ولی چیزی که معلومه پایه بچه ریاضی راحت تر بوده. 20 گرم یخ در دمای 0 درجه سلسیوس در نقطه ذوبش قرار داره، چند کیلوجول گرما لازم داره تا آن را ذوب کرده و دمای حاصل را بنزه 50 درجه فارنهایت. یادت گفتم به عناوین مختلف دلتا تتا را فارنهایت میدن. دلتا اف میشد 9 پنجم دلتا تتا. خب دلتا اف رو داده 50 مساوی با 9 ما چقدر میشه از 0 به 50 درجه فارنهایت، یعنی از 0 برسه به 259 درجه سلسیوس. خیلی خب دیگه بقیهش که راحته دیگه، کیوی مورد نیاز، یخ صفر، آب صفر، اعداد با حال هم بهمون دادم ولی چون گفته جول دیگه مجبوریم بذاریم. 20 ml f ضرب در 10 به توان منفی 3 ضرب در 330 آت گرم داده دیگه، جول بر گرم هم میریم راحت. 20 ضرب در 336 به علاوه از آب صفر بشه آب 259، یعنی m 20 گرم 30 شم 4.2 جول بر گرم داده. گفتم سازگاری یک کار دقت کن، ضرب در 259. زحمت میکشی اینو چیکار میکنی؟ محاسبه میکنی. دلتا اف میشه 9/5 دلتا تتا، حواست بهش باشه. از صفر رسید به 50 درجه فارنهایت، به 50 درجه فارنهایت برسن، دلتا اف 50. خیلی خوب بریم آخرین سوال. H آهنگ انتقال گرما کا آ دلتا تتا تقسیم بر ال که این میشد کیو به تی. اینو سوال پرسیده، گفته طولش انقدر، الو داده، از سال دیگه هم هست، سطح مقطعش آ 5 سانتی متر مربع، یک انتهاش تو دمای 80 انتهای دیگه‌اش تو 30، پس دلتا تتاش میشه 50. در شرایط پایدار آهنگ شارش گرما در میله، یعنی همان اچ، چند جول بر ثانیه است و دمای میله در فاصله 10 سانتی متری انتهای گرم چند درجه سلسیوس است؟ خب کارو که جاگذاری می‌کنی 400 ضرب در آ 5 ضرب در دلتا منفی 2 به توان 2 منفی 4 دلتا تتاش هم که 50 تقسیم بر ال مون که نیمه، این میاد بالا 5 تا 400 تا میشه 2000 تا، این 2 تا 50 تا هم 100 تا ضرب در 10 به توان منفی 4، 5 تا صفرش با 4 تا میره میشه 20. پس این دوتا هست میشه در فاصله 10 سانتی متری انتهای گرمتر چقدره. خب اگر شما این میله رو در نظر بگیری این ورش 80، چقدر اومدیم این ور؟ 10 سانتی متریش اومدیم این ور، دما رو اینجا میخواد. خب اچش که یکسانه، یعنی اون 20 رو مساوی میذاری با کا 400، آ همان، دلتا تتاشو میخوای، الت هم که 10 سانتی متره، فقط حواستو دلتا تتات بعدن که باز میکنی میشه 80 منهای تتایی که تو اون نقطه مد نظرت بود. بقیه سوالات هم که ترمودینامیکه برای بچه های رشته ریاضیه. ما تحلیل و در واقع هدفمون از این ویدئو و این کاری که انجام دادیم این هستش که شما بچه های تجربی با تم کلی سوالات آشنا بشین. بازم تأکید میکنم بخشیش در واقع فردا تکراری خواهد بود و طبیعتاً بخشیش هم غیر تکراری هستش. امیدوارم که فردا بچه های تجربی
آن چیزی که در طی این یک سال که آنلاین هم بوده و خیلی سخت براشون گذشته، حقشون رو بتونن از امتحان بگیرن و اتفاق خیلی خوبی در ادامه راه براتون بیفته. بهترین رو براتون آرزو میکنم. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار شما.